و بچه متولد نشده، زنان آبستن و پیر مردانی که بدون شانه یک نفر دیگر گام از گام نمی توانستند بردارند، اینها را جا به جا کردند به کوره‌های مرگ. و ما این تاریخ را می شناسیم آقای سفیر، و شما اگر می شناسید باید ابله باشید که فکر کنید دیگران نمی دانند، و اگر نمی شناسید بروید درسش را بگیرید قبل از اینکه این حرف های سخیف به حرف ها و مواضع اوباما تبدیل شود. من دو نمونه از این جا به جایی ها به نقطه دورتر و اهمتر را خدمت یاران مقاومت عرض می کنم. در سال 1941 نیروهای جرار فاشیسم هیتلری به شوروی حمله کردند. با پیشروی سریع به شهر بزرگ کیف رسیدند. مقدمتاً عرض کنم در کیف بیشتر از 150 هزار نفر، یعنی تقریبا یک پنجم شهر پر جمعیت یهودی بودند. از تاریخ دور در آنجا اختشاشات آنتیزمیتیستی ضد یهودی وجود داشت و نازی ها بر این آگاه بودند. وقتی بر شهر کیف مسلط شدند، بلا فاصله از همین سابقه اختشاشات طرحی درست کردند برای جابجایی به نقاطی امن‌تر. از طریق بلندگوها و پلاکات‌ها به دیوار چسباندند، از اهالی یهود خواستند که برای حفاظت خود و خانواده‌ها فردا ساعت 8 در فلان چهارسو چهارراه شهر که میدانی هم داشت حضور به هم رسانند، برای که به جای امن‌تری منتقل شود، به جایی که زیاد هم دور نبود، کمی دورتر و ظاهراً کمی امن‌تر. فردا صبح آنها انتظار داشتند 5000 تا یهودی جمع شود، ولی به خاطر وحشت و ترسی که شهروندان یهودی از اختشاشات قبلی و تلخی‌های قبلی داشتند، بیش از 30000 نفر در آن آدرسی که نازی‌ها داده بودند اجتماع کردند. بیش از 30000 نفر با چمدان و مختصری اساس و اساسیه برای انتقال به نقطه کمی امن‌تر و کمی حفاظت‌دارتر و کمی دورتر، 30000 نفر را به راه انداختند نازی‌ها تحت نظارت محافظان نازی، گشتاپو، پلیس و واحدهای نظامی کشتار، که آنها نمی‌دانستند مردمان بیگناه خبر نداشتند. آنها را با یک کاروان گسترده طولانی به راه انداختند به طرف خارج شهر، و در حین انتقال بلندگوهای نازی‌ها تکرار می‌کرد برای رفتن به جای امن‌تر حرکت می‌کنید، برای رفتن به جایی کمی دورتر و کمی امن‌تر حرکت می‌کنید، و حرکت کردند. و خارج شهر کمی دورتر دره‌ای بود به نام بابیار. بزنید توی اینترنت بابیار و ببینید چه می‌بینید. و در یک دره تنگی جمعیت رو سوق دادن به توی دره تنگ، و به محضی که 30000 نفر تو این دره بودند، از چهار طرف مسلسل به دست‌ها شلیک را آغاز کردند و چهره‌های مات و مفقود پیران، جوانان، بیگناهان و بچه‌های متولد نشده مادرانشان، دو روز تمام شلیک ادامه داشت و 30000 نفر را در این نقطه کمی امن‌تر به خاک انداختن. و بلافاصله بعدش کناره‌های این دره را منفجر کردند تا
تا خاک قبر آنها شود.